با درود به شما همراهان و یاران راه آزادی شاهزاده رضا پهلوی باید برای سقوط رژیم آماده باشیم شاهزاده خواستار تشکیل یک دولت موقت تکسرگرا شد شاهزاده رضا پهلوی روز پنجشنبه در سخنانی بر ضرورت تشکیل یک دولت موقت تکثرگرا برای گذار از حکومت جمهوری اسلامی تاکید کرد و گفت که او شخصا خواهان ایفای نقش سیاسی در آینده ایران نیست و از هیچ حزب و سازمانی هم حمایت نمی کند. شاهزاده اضافه کرد که دولت موقت باید اقداماتی چون تضمین آزادی ها و حقوق مردم، حل مشکلات معیشتی مردم، تنظیم سیاست خارجی برای تأمین منافع ایران و برگزاری همه پرسی را انجام دهد. او همچنین گفت خوشحالم که تاکید من در سالهای اخیر برای جانشین کردن فرد مهبری با سیستم مهبری در صحنه سیاسی ایران از سوی شما پذیرفته شد و در مسیر عملی شدن قرار دارد. شاهزاده رضا پهلوی تاکید کرد که نسل جدید مدیریت مهارت‌های غیر متمرکز را پذیرفته و نیاز به رهبری متمرکز و فردی ندارد. ولی عهد پیشین ایران با اشاره به سخنرانی قبلی خود در روز 13 خرداد امسال بار دیگر یادآوری کرد که بزرگترین اپوزیسیون و آلترناتیو جمهوری اسلامی را ملت ایران می‌داند. او در پاسخ تلویحی به برخی نگرانی های مطرح شده در این سالها در مورد حضور خود در چشمانداز سیاست آتی ایران گفت تنها خواسته من تشکیل یک نظام دموکراتیک در ایران است فارغ از اینکه نوع آن چه باشد شاهزاده افزود که آنچه برای او اهمیت دارد پیروزی حاکمیت مردم است به گفته شاهزاده رضا پهلوی با تداوم دور جدید اعتراضات مردمی در سراسر سر ایران دولت آمریکا چرخش سری در مواضع خود نسبت به ایران داشته که از نتایج اولیه همبستگی و اتحاد ایرانیان داخل و خارج از کشور است. شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به دیدارها و زنی های متعددی که طی یک ماه گذشته با سیاست گزاران و قانون غربی داشته گفت که از جمله خواسته های او برای حمایت از مردم ایران ایجاد صندوق برای پشتیبانی از اعتراضات و اعتصابات و تامین آزادی ارتباطات است او تصریح کرد امروز می توانم به شما اعلام کنم که تعدادی از این صندوقها در مراحل پایانی راه است و مؤسسان و گردانندگان آنها هم در تلاشند تا برخی موانع قانونی باقی مانده به ویژه برای ارسال کمک ها به ایران را هرچه زودتر برطرف کنند به گفته شاهزاده در همین زمینه باید به تکنولوژی اینترنت ماهواره ای مانند استارلینک اشاره کرد که هم اکنون تعدادی از ترمینال های آن در ایران فعال شده و کمکی مهم به ایرانیان داخل کشور در حفظ ارتباطشان با یکدیگر و دنیای خارج است علاوه بر این رضا پهلوی گفت که از یونیسف صندوق کودکان سازمان ملل متحد هم خواسته تا تحقیقات ویژه‌ای را در مورد کشتار کودکان و سرکوب دانش آموزان در ایران انجام دهد او آنچه را که در اردبیل و دیگر شهرهای ایران در بیش از پنج هفته گذشته رخ داده مصداق جنایت علیه بشریت و کودک آزاری سیستماتیک دانست شاهزاده رضا پهلوی بار دیگر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به ویژه ارتشیان ایران را خطاب قرار داد و گفت اگر هنوز نمیتوانید آشکارا به مردمتان بپیوندید، پیوندید دست کم مسئولیت دارید تا دستگاه سرکوب رژیم را مختل و فلج کنید و تاکید کرد امروز هر کس به هر شکلی در صفوف متحد مردم نفاق بیفکند تنها به عمر جمهوری اسلامی می و خاصه یا ناخواسته کمک میکند که این رژیم خونریز و متوحش جانهای بیشتری را بگیرد شاهزاده رضا پهلوی در سخنرانی پیشین خود نیز خطاب به نیروهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی گفته بود که وظیفه آنها دفاع از جان ملت است و نه سرکوب و بازداشت و کشتار مردم معترض جان بولتون اوضاع کنونی ایران شبیه سال آخر حکومت شاه است جان بولتون مشاور سابق امنیت ملی آمریکا و سفیر سابق این کشور در سازمان ملل گفته رژیم ایران خودکامه شده و بیش از هر زمان دیگری از زمان انقلاب 1357 تحت فشار داخلی قرار دارد بولتون در این مقاله روز چهارشنبه 27 مهر در روزنامه دیلی تلگراف تحت عنوان آیا آیت الله های مستبد ایران در شرف سقوط هستند نوشته که معترضان ایرانی باید به سمت انتخاب و هماهنگی در استراتژی های تغییر نظام حرکت کنند. این دیپلمات سابق آمریکایی با تاکید بر گستردگی اعتراضات در بین مناطق قومیت های ایران یادآوری کرده که این خیزش نه تنها در میان اقشار تحصیل کرده و شهرنشین بلکه در مناطق حاشیه نشین و روستایی هم در حال جریان است بولتون با تاکید بر اینکه رژیم ایران دچار سردرگمی و ناتوانی از کنترل اوزاست نوشته رژیم به طرز وحشیانه ای پاسخ معترضان را داده اما به نظر میرسد آیت الله نیز از گستردگی و بیواکی تظاهر کنندگان فلج شدند اون با اشاره به اینکه قتل محسا امینی و مخالفت با هجاب اجباری به عنوان یکی از ارکان ایدئولوژیک نظام جمهوری اسلامی تصریح کننده شکلگیری یک انقلاب شده از مخالفان رژیم خواسته تا اختلاف را کنار بگذارند از نظر بولتون اگر استراتژی تغییر رژیم از همین حالا تعیین نشود این خیزش نیز به یکی دیگر از اعتراضات در تاریخ رژیم جمهوری اسلامی تبدیل خواهد شد این دیپلمات آمریکایی ضمن اشاره به شروع اعتصاب کارگری در صنایع حیاتی مانند پتروشیمی شرایط امروز ایران را به سال آخر حکومت محمد رضا شاه پهلوی تشبیه کرده و نوشته است بسیاری به یاد دارند که قیام کارگران نفت در سالهای 1979 1978 علیه شاه نشان داد که روزهای او به پایان رسیده اگر نارضایتی در صنعت حیاتی پتروشیمی افزایش یابد و تولید قابل توجهی را متوقف کند دولت ایران فلج خواهد شد چرا فکر تسخیر سفارتخانه های جمهوری اسلامی اشتباه است؟ همزمان با اعتراضات سراسری در ایران برخی از ایرانیان معترض از طرح حمله و تسخیر سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران گفتند در نهمین روز اعتراضات گروهی از ایرانیان معترز در بریتانیا در برابر سفارت جمهوری اسلامی در لندن تجمع کردند و به ساختمان مرکز اسلامی وابسته به آیت الله علی خامنه در منطقه دیگری از لندن حمله کردند و با بالا رفتن از آن پرچم جمهوری اسلامی را پایین کشیدند پلیس بریتانیا از ساختمان سفارت جمهوری اسلامی در لندن در برابر حمله احتمالی محافظت کرد و مهاجمان به ساختمان مرکز اسلامی را بازداشت کرد این دو اقدام به دلیل این نیست که مثلا دولت بریتانیا حامی نظام جمهوری اسلامی ایران است یا مخالفان آن را سرکوب می کند بلکه به دلیل تعهد به رعایت کنوانسیون وین در مسئولیت و حفاظت از اماکن دیپلمات و کنسولی است دولت میزبان در هر کشوری وظیفه دارد از اماکن دیپلماتیک مستقر در برابر حمله و اشغال محافظت کند سفارتخانه کنسولگری محل رسمی اقامت سفیر و در صورت وجود اقامتگاه رسمی کارکنان دارای مسئولیت دیپلماتیک هستند و باید از هر گونه حمله و تعرض مسئول باشند در برخی از موارد کشورها برای برخی از اماکن غیر دیپلماتیک دولت ها هم مسئولیت دیپلماتیک قائل میشن به طور مثال مرکز اسلامی لندن و دفاتر نمایندگی ولی فقیه در خارج از کشور عمدتا دارای مسئولیت دیپلماتیک هستند همونطور که بریتیش کانسل یا شورای فرهنگی بریتانیا در سایر کشورها از چنین امتیاز متقابلی برخوردارند به دلیل برقراری مسئولیت دیپلماتیک از تعرض اگر گروهی از مخالفان به هر دلیل و انگیزه ای اون اماکن را هدف حمله قرار بدن یا در صدد اشغال اون بر بیان دولت میزبان قطعا در سریع ترین زمان ممکن با تشدید اقدامات امنیتی از اون مکان حفاظت و مهاجمان رو بازداشت میکنه اگه دولت میزبان اقدامی جز این انجام بده اعتبار و منزلت سیاسی خودش رو همانند جمهوری اسلامی در حمایت از حمله به سفارت های خارجی از دست میده هرچقدر که نظام های سیاسی و حکومت ها از میزان مشروعیت و مقبولیتشون کاسته بشه دولت های میزبان نمیتونن اجازه بدن اماکن دیپلماتیک اون کشور مورد اشغال و حتی حمله معترضان قرار بگیره بنابراین ایده حمله و تسخیر سفارتخانه یک بازی کاملا از پیش شکست خورده برای معترضان هست که چهره خشن با رفتاری خارج از چارچوب‌های های رایج جنبش های با اصالت و آزادی خواه از اونا به نمایش میذاره پس از معترضان به مرکز اسلامی لندن یک نماینده مجلس عوام بریتانیا گفته بود که ایرانی ها به دلیل اختلافات داخلی خودشون کشور ما رو تخریب میکنن تصاویر پیشین از اشغال سفارتخانه های خارجی در ایران در کنار این تجربه تازه از معترضان هیچ اعتباری برای اونا نمی بلکه اونا رو پیش از موفقیت خواسته های مدرنشون در جایگاه متهم و خرابکار می تا زمانی که شیرازه یک حکومت از هم نپاشیده دولت های میزبان موظف به حفاظت از اماکن دیپلماتیکی هستند که نماینده اون در اون حضور داره اگه وضعیت بی دولتی پیش بیاد دولت های میزبان باید از ساختمان و تجهیزات و دارایی ها مثل اتومبیل های دیپلماتیک مراقبت کنند تا در اولین فرصت اونا رو به دست نمایندگان قانونی دولت جدید بفرستند. اما حالا سوال پیش میاد که انقلابیون در بهمن 57 چطور کنترل سفارتخانه نظام شاهنشاهی ایران رو به دست گرفتن؟ در برخی از شهرها از جمله در واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا و محل یکی از کلیدی ترین سفارتخانه های ایران طرفداران آیت الله خمینی دست به تاسیس سفارتخانه های موازی زدند هرچند ممکن بود کار دیپلماتیک معنی داری در سفارت موازی قاطع قابل انجام نباشه اما تاسیس سفارت موازی یک اقدام مدنی و غیر ها میز بود که معترضان رو به دولت میزبان معرفی میکرد و زمینی انتقال امور سفارت رسمی در اولین فرصت رو مهیا می ساخت و دیگه اینکه از نظر نمادین ارزش مهمی برای معترضان داشت و به جای درگیر کردن اونا با پلیس در برابر سفارت میتونست برای معترضان حتی اعتبار هم نزد دولت میزبان به وجود بیاره تنها زمانی به انقلابیون اجازه داده شد که سفارت های شاهنشاهی ایران را به کنترل خودشون در بیارن که ساختار حکومت شاه در تهران از هم پاشیده بود انقلابیون که از قبل برای در اختیار گرفتن سفارت ها و کنسولگری ها آمادگی کسب کرده بودند پس از استقرار دولت موقت در تهران از سوی انقلابیون داخل ایران که اختیار کشور را به دست گرفته بودند به عنوان نماینده رسمی برای گرفتن سفارت به دولت میزبان معرفی شدند سفارت شاهنشاهی ایران در آمریکا به این شکل به دست انقلابیون افتاد سپس کنسولگری های ایران در شهرهای مختلف ایالات متحده کم کم در اختیار اعضای انجمن اسلامی دانشجویان خارج از کشور قرار گرفت که با انقلابیون در تماس بودند محمد جواد ظریف که بعدها به سفارت و وزارت در جمهوری اسلامی رسید در زمان انقلاب بهمن 57 در سان فرانسیسکو تحصیل میکرد مثل محمد هاشمی برادر ناتنی اکبر هاشمی رفسنجانی جزو اعضای انجمن اسلامی دانشجویان بود که کنسولگری ایران در این شهر که مرکز ایالت کالیفرنیاس رو در اختیار گرفته حمله و خیال اشغال سفارتخانه ها و کنسولگری های جمهوری اسلامی و سایر اماکن دیپلماتیک اون در شهرهای مختلف جهان تا زمان استقرار این حکومت در تهران از قبل شکست خورده و یک اقدام کاملا باخت باخت برای معترضان هست سپاس بیکران از همراهی شما